از اینکه پدرم اومد عراق چون کسی نداشتیم پیش پدر بزرگ مادر بزرگم تو یکی از روستاهای گرجان زندگی میکردم. تو روستا هم ترکمنی صحبت میکردن، منم با بچه هایی که بازی میکردم نمیفهمیدم زبانشون رو، نمیتونستم صحبت بکنم، میفهمیدم اما نمیتونستم صحبت بکنم. بعد یه روزی بچه ها میشینم که بچه ها میگن که هوایی نداشته باشین که پدر مادر نداره، بچه یتیمه، بهش چیزی نگین. بعد یه روز من از مادر بزرگم پرسیدم پدر مادر من کجان؟ گفت که من مادرتم، بابابزرگم باباته. بعد گفتم اگه بابامی، اگه تو مادرمی پس چرا تو میگم مادر بزرگ؟ من یه داداش دیگه هم داشتم، گفتم پس چرا داداشم پیش شما نیست؟ که اونجا بود که بسا بوهایی برده بودم که من دیگه پدر مادر ندارم، که اصلا اونجا بود که احساس میگم خیلی سنگینی میکردم. بعد یه ذره که بزرگتر شدم متوجه میشدم که مادر بزرگم رادیو مجاهد گوش میکنه و اونجا بود که ازش میپرسیدم رادیو مجاهد واسه چی گوش میکنه؟ میگفت که میخوام خبری از بابات داشته باشم، که ما تو خونمون مستمر مادر بزرگم رادیو مجاهد گوش میکرد. من تازه با اونجا بود که اصلا با صدای مجاهد آشنا شده بودم و حتی اونها هم نمیدونستن که پدرم مجاهده. مادر بزرگم که از پدرم تعریف میکرد از داستانهای از خاطرات زمان قبل از انقلاب میگفت، که قبل از انقلاب میگفت که پدرت با همراه با دوستاش در تظاهرات ها شرکت میکردن، جزوه پخش میکردن، کتاب میخوندن و فعالیت هایی میکردن در زمان شاه. که من اونجا بود که تصویری که از پدرم داشتم یه آدم انقلابی که به اصطلاح از همه چیزش گذشته واسه هدفش و آرمانش. سال چهارم ابتدایی بود که اومدیم با مادر بزرگم و پدر بزرگم اومدیم بجنور. بعد از همین ابتدا که میخواستم برم کلاس دبستان میخواستم برم، مادر بزرگم گفت که وقتی رفتی کلاس آدم ازت پرسیدن که بابا چه کار است؟ یونه اگه مجاهده که ما رو اذیت میکنن. من مثلا تازه اونجا فهمیدم که اسم مجاهدم جرمه. بعد تو کلاس هر کی از من پرسید که بابا چه کاره است، میگفتم بابام نمیدونم کجاست، یا میگفتم تو روستا است. اما بعد که بزرگتر شدم که عموامو اذیت میکردم به خاطر اینکه پدرم مجاهد بود در گزینش دانشگاه اینا، تازه فهمیدم که پدر کلمه مجاهد بودن و خود اصلا کلمه مجاهد چه عواقبی در رژیم داره. که سال 77 بود که رژیم من اولین بار صدا کردم واسه حراست آموزش پرورش. اولش من گفتم حراست من چیکار داره با من؟ بعد که رفتم اونجا و دیدم نفر وزارت اطلاعاته از من سوال جواب میکنن در مورد پدرم، اینکه پدرت کجاست، از پدرت چه خبر داری. بعد میگم که ما میخوایم اشتباهات گذشتگانمون در مورد شما جبران کنیم. و این بازجویی ها وقت به وقت ادامه داشت. میامدن خونم ازم سوال جواب میکردن، من میگفتم آدرس دادم به من یه بار که بیا اونجا سر بزن باهات کار داریم. که مستمر میگفتن که ما میخواییم اشتباهات گذشتگانمون در مورد شما جبران کنیم، میخواییم بهت کمک کنیم. یه روزی زمستون بود، چون روستام برف بود خیلی هوای سردی بود. بعد یه روز دیدم مادر بودیم خوشحال شد، یه جیغ کشید، بعدم چی شده؟ بعد گفتش که سعیف شیرنی آورد. بعد گفت هیچ بابات زنده است. من همون که تو رادیو مجاهد اسم بابامو گفته بودم. بعد این رفت شیرینی گرفت، بعد همون تو همون سرما رفت به این همسایه‌مون آشنامون شیرینی داد. از این بابت که چون پدرم زنده بود شیرینی بود که پدرم زنده است. بعد از اینجا بود که به اصطلاح مادر بزرگم یواشاش داشت اسم مجاهد رو به من به اصطلاح میفهمیدم. اسم مجاهد تو خونمون زیاد چیز شده بود که بابام مجاهد اینا.
بعد یه روز تو دبستان که بودیم خیلی بابات کجاست؟ من خیلی تحت فشار بودم. میگم بابام کجاست؟ خیلی سخت بود که برم بگم چرا بابام مثلا اینکه بگم بابام مجاهده بود برم سخت باشه. بعد مادر بود بگم مصمم از دوستانی بابام تعریف میکرد. اگه جوانا به قلب بیداد بزنن با هم دیگه اسمشو فریاد بزنن، اونی که کوه مرده اسطوره نبرده دوباره بر میگرده، دوباره بر میگرده، دوباره بر میگرده. همون سالا امون قبول شدن دانشگاه، بعد گزینش اینا رو رد کرد. ما سال تا سال 70 تو دانشگاه گزینش بود، اونا رو رد کرد. بعد من گفتم اون بهشون رد کردن چون اون قبول شد پزشکی، بعد ردش کردن. بعد گفتن که چون که برادر زد انقلابه. اون دیگه هم قبول شد مهندسی میخواهر دریایی، من ردش کردن گفتن چون بابا داداش شد مجاهده. با آرمانهای مجاهدین آشنایی نداشتم زیاد، اما همیشه ازشون دفاع میکردم. بعد میگفتن تو از چی مجاهدین دفاع میکنی؟ گفتم فقط مجاهدین چیزی دارن. من حتی پدر خودم میشناسم، شنیدم که بخاطر هدفش از همه چیز گذشته، این همه چیزه. بعد من گفتم چرا من نخواهم مثل اونها بشم؟ من در حال یک راهی باشه که بدیم این مردم رو آزاد بکنیم. و طبعا هیچ راهی دیگه نبود، من بخوام هیچ گروهی دیگه نبود که مثلا بگیم گروهی هست مثلا تو افغانستان، من بخوام بگیم آره مثلا برید عضو این گروه بشی، عضو این سازمان بشی که بتونی خلق آزاد بکنی. تنها چیزی که بود مجاهدین بود. تمام بخوام نخوام تا فرنگ بزنم قبل از اینکه پدرم مثلا مجاهد باشه، تنها راه همین بود که بیام ببینم صفوف مجاهدین که بتونم خلقم آزاد بکنم. اولین بار که پدرم تو بغداد دیدم سال 80 بود، چون اولین بار داشتم میدم وقتی تو مسیح داشتم میمادم با خودم گفتم که باید من چجوری برخورد داشتم، چون تو ایران خیلی آرزو میکردم که حتی یه بارم شده پدرم رو ببینم. تو پروژه سازندگی که تو اشرف بود، تو سازندگی اشرف از زمین چمن، از امجدیه، از بهارستان، مسجد همیشه بدنم تو فلان کار میاد به خاطر مسئولیتی که داشت، به تخصصی که داشت. بعد من اگه نکاتی پیشنهادی داشتم خیلی برام سخت بود که بزن بخوام بهش بگم. از طرف هم از نظر تخصصی بالاتر از من بود، هم اینکه دیگه به هر بابام بود نمیشد بهش زیاد چیز بگم. اما اون خودش پیش خدمه میشد، میگفت که هر نکتی پیشنهادی دارید برای ارتقا کار بدامم. و نه فقط در تنظیم با من، حتی بقیه هم همینجوری بود که حتی اصلا مهم نبود برش که تخصص داره نداره، سطح مسئول کار هست یا نیست، که این خودم بدون اینکه حتی بخوام یه سری ارزشایی رو در من سایجاری میکرد که آره من باید هم مثل پدرم باشم. به خاطر مسئولی که قبلا داشت همین میشناختنش تقریبا مجاهدین، با همه بگو با هم داشت، با همه شوخی داشت. هر برنامه‌ای که برنامه جمعی یا مناسبات جمعی که بود، جشن بود، می‌رفتیم من می‌دیدمش. بعد با همه دیدم بگو با هم داره. بعد خیلی هم خاکی بود، همیشه هم خیلی افتخار می‌کرد، می‌گفت که مثلا اینکه تو روستا بزرگ شده یا مثلا روستاییه. خودش برای خود من یه ذره اون طرف ثقیل بود، اما میدم اینقدر ذوب در ارزش ها، ذوبه ارزش های انقلاب خاورمیانه، ذوبه که تمام شاخصش انقلاب خاورمیانه، ارزش های والای انسانیه، نه طبقه بندی آدم ها. تو اشرف که روز آخر داشتیم میومدم، از وقتی که مشخص شد که از روزی که مشخص شد دیگه من باید سری 6 بیام، رفتم پیشش گفتم بابا من دارم میرم، باره میدونم شنیده بود که من خواهم برم.
بعد گفتم با خیلی برام سخته بخوام بدون تو برم. بعد گفت که تنها و تنها با ارزش‌های انقلاب خاورمیانه با انقلاب خاورمیانه اونجا به ما طی تاریخ بکنی و باید بشستی به انقلاب خاورمیانه و ارزش‌های انقلاب تا بتونی از پس هر اطلاعی بر بیای. و این مسیریه که ما داریم در راستای سرنگونی پیش میبریم، مسیر جدا از سرنگونی نیست. و اینجا بود که من خیلی برام سخت بود، بخوام بدون پدرم بیام لیبرتی و بهش گفتم، گفت تو نگران نباش، ما سری بعدی میایم، زیاد طول نمیکشه، ماگزیم دیگه ما دیگه همدیگر میبینیم. که دیگه اومدم و شد یه سال دیگه داستان در این شریف اتفاق افتاد. آخرین بار که باش تماس گرفتم گفتم بابا شما دیگه اونجا موندنی شدین یا خوش بادتون تشرف موندین؟ بعد گفت آره ما دیگه لیبرتی بیا نیستیم، چون رژیم میخواد به ما فشار بیاره که از مادنوال ول کنیم بیایم لیبرتی، اما رژیم کور خونده. و گفت که من هر پنجشنبه میرم مزار برای رسیدگی مزار. بعد بهش گفتم هر ما رفتی به همه شهدا سلام برسون. مثلا وقتی رفتی به فرمانده خودم جعفر بارجی سلام برسون، به خواهر سبا سلام برسون، بگو که ما مجاهدین کار میکنیم که همه تو روسفید میکنیم، تو هر ابتدایی سربلندیم. و آخرین درخواستی هم که ازم کرد که من متأسفانه نتونستم اون چیزی که میخواست براش برآورده کنم، از من خواست یه ترانه ترکمنی براش بفرستم. آه قهرمون ترکمن خاک هیدر دلیره که شغالا کشتنش که خاطرش بمیره. آه نیسینو اولین بار تو قسمت خودمون مشغول کار بودم که من گفتن به اشرف حمله شده. من یه بار یهو دلم ریخت، گفتم سرنوشت بچه ها چی میشه، بچه ها اونجا. بعد وقتی در اطلاعیه شورا و خبرهای فوری ابعاد حمله رو شنیدیم، من گفتم رژیم بسته برای حمله رو قتل عام کنم. بعد با خودم گفتم با هم نیشهی شد. بعد خیلی فهم سنگین شده بود، سنگین از این بابت که این همه همرزمامون رو داشتیم از دست میدادیم. اولین باری که لیست اول شهدا رو گفتن اسم خواهر دور قایمی رو گفتن، خیلی برام سخت بود که اسم خواهر دوره رو بین شهدا ببینم. و رفتم عشق ریختم، اصلا با خودم گریه کردم، گفتم خدایا این چه اطلاعی بود که برای ما در جلوی رای ما قرار دادی. وقتی اسامی شهدا رو میشینم، از برادر حسین مدنی، برادر بهروز، خیلی تحت فشار بودم از اینکه کاش من جای اونا بودم، کاش من جای اونا بودم سپره بلای اونا میشدم، کاش من بودم جای اونا شهید میشدم. وقتی در خبر فوری مرتب اسامی شهدا می اومد، وقتی به اسم ناصر سرابی برخوردم خیلی برام سخت بود. چون یکی از دوستای و همشهری خیلی صمیم بود که همیشه با هم یه چف بودیم، همیشه از خاطرات دوران فاز سیاسی برام تعریف می‌کرد، فاز نظامیش برام تعریف می‌کرد. وقتی اسم ناصر شنیدم دیگه تونستم تحمل کنم، رفتم یه جایی گریه کردم، خودم ناصر کاش من جای تو بودم، جای تو شهید میشدم. بعد از اون موقع خبرش شاهد پدرم نشینده بودم که پدرم شهید شده. بعد تک تک بچه‌هایی که میگفتن از رحمان، یاسر، امیر حسین، خاطر جلوی چشم میومد. بعد تو سالن نشسته بودم که پیام خاورمیانه بود سر همون ده شهریور. در این شهریور وقتی پیامو خوندن، وقتی گفت که یه اسامی و تعدادی از
مجاهدین که شهید شدن در بیمارستان بودن که با شلیک تیر خلاص شهید شدن. وقتی اسامی رو خوند، هر موقع که اسامی رو میخوند در از گفتم حتما این یکی بابای منه، این یکی بابای منه. وقتی به صلابت رو با هم فکر میکردم، مثلا مجاهدی با این صلابت که تو مبارزه اینقدر استوار مستحکم بود و حتی از جنبه فردی هم پروندهش به این زیباترین شکل بسته شد، چه افتخاری بالاتر از بالاتر از این برای هر مجاهد خلقی که در صحنه رزم اشرف شهید بشه و بودم در کنار فرمانده زهره. بابام به یک قله بالاتری رفته، بابام شهید نشده که مثلا خونش که زایه نشده، در راه آرمانمون، در راه سرنگونی رژیم شهید شده. بابام شهید شده برای اینکه یه خطی امضا پیدا کنه. چه زیباست وقف آرمان شدن، پرستوی اوج آسمان شدن. چه زیبا. سخت‌ترین چیزی که برام بود گروگانگیری مادرم بود، اما و طبعا برای کسی که برای همه قابل درکه که کسی که مادرش گروگان گرفته میشه، پدرش شهید میشه، چه حالی داشته باشه باید، و طبعا خیلی برام سخت و جگرسوزه. اما من وقتی که عکس پدرم نگاه میکنم، مثلا وقتی تو تخت بیمارستان بهش تیر خلاص دادن، خیلی پدرم افتخار میکنم. این پدر خوش به حالت که مجاهد بودی، مجاهد بودی و مجاهد شهید شدی. هیچ موقع با شهادت ها با سختی ها پایین نمیریم، چون ما خودم از اول اصلا انتخاب کردیم که مبارزه کنیم. مبارزه یعنی سختی کشیدن، مبارزه یعنی فدیه کردن. وقتی که من مجاهد خلق میام، همیشه زمان در راه سالمان، در راه مبارزه و آرمان مردم ایران میدم، خب پدر و مادرم یکی از این هست دیگه. وقتی که ما حرف میزنیم شعار که نمیدیم، تو صحنه عمل اینو ماده میکنیم. میسینو یخ نپاشی از هم، میسینو دلت نگیر از غم، میسینو قسم به هشت آسیا به آبت که میرسه به گرماب. آه نزداغ این خبر بکنه رو با تو بیتا، بکنه رو با تو بیتا میسینو. اون ستاره ای که تازه مهمون شباته، داره چشمک میزنه بالای سر رباته. قهرمون ترکمن مجاهد دلیره، که شغالا کشتنش که خاطرش بمیره. آه قهرمون ترکمن خاک هیدر دلیره، که شغالا کشتنش که خاطرش بمیره. آه میسینو بگو جوانا بیدار شن، بگو که دست به کار شن، بیان بالا بزنن، با
اسمشو فریاد بزنم، اونی که کوه مرده اسطوره نبرده دوباره بر